صحابه در حضور آیت الله علی اکبر مهدی پور مشخص و معروفی بود. میگه فرح عمر و عمر به او پیشنهاد میکنه که بیا با هم بریم، یا باید بگه که عمر نمیفهمید، یا باید بگه که یکی ابو هریره، یکی عبدالله ابن عمر و یکی هم امراس. این سه نفر شاگرده و هر روز معاویه را تشویق نمود. ابو بکر، عمر، عثمان، معاویه، یکی عایشه. با وجود چنین خطبا و واعظانی که چیزی جز لعن و نفرین و کینه و دشمنی را ترویج نمی کنند، چگونه جامعه ما روی وحدت و همبستگی و پیشرفت و آبادانی را خواهد دید؟ جالب اینجاست که بدانیم این آقا و دیگر فحاشان امثال وی در مساجد و حسینیه ها و مؤسسه های رسمی کشور فعال بوده و مقام های کلیدی دارند و آزادانه به نشر و تبلیغ عقاید و افکار خود مشغولند. آن هم زیر سایه حکومتی که ندای تقریب و وحدتش گوش جهانیان را کر نموده است. رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی. انسان مؤمن هرگز طعن زننده و لعنت کننده و فحاش و گزافگو نیست. آیا این ویژگی های بسیاری از خطبا و واعظان و علما و مراجع رافضی نیست؟